عمرو موسی دبیر کل سابق اتحادیه عرب در گفتگوی با ما دیدگاهش را درباره بحران لیبی، وضعیت سوریه و انگیزش را برای ریاست جمهوری مصر و روابط اسرائیل و فلسطین در میان می‌گذارد. آقای دبیر کل اتحادیه عرب، به یورونیوز خوش آمدید. یورونیوز فی بروکسل. آقای دبیر کل، آیا فکر میکنید اتحادیه اروپا که درگیر بحران اقتصادی یونان است میتواند از کشورهای عرب در حال تحول حمایت اقتصادی مؤثر و مستمر بکند؟ الاتحاد الاوروبی لن يكون وحده، هو طبعا وحده فيما يتعلق بالازمه اليونانيه وقبلها الايرلنديه وغيره. اتحادیه اروپا در ارائه کمک تنها نخواهد بود. بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، دولت‌های کشورهای صنعتی و سرمایه‌های اعراب نیز می‌توانند سهم خود را در این کمک داشته باشند. بما ان اروپا ستكون جزءا من كل هذا، اوروبا تستطيع ان تتحمل بهذا النصيب. ساعت الامین العام تفاجأ الغرب. اروپا در مقابل انقلاب‌های عرب غافلگیر شد. عکس‌العمل اروپاییان با تردید و دو دستگی همراه بود که باعث شد اعتبارشان را به علت آنچه که اتحادیه در تونس انجام نداد، آنچه که در مورد انقلاب مصر نفهمید و آنچه در لیبی انجام می‌دهد از دست بدهند. به نظر شما آیا می‌شود روی اتحادیه اروپا حساب کرد؟ الاعتماد على الاتحاد الاوروبي وبماذا؟ احنا في العالم العربي يجب ان نعتمد على انفسنا في المقام الاول. کشورهای عرب باید در مرحله اول روی خودشان حساب کنند. انقلاب‌های عرب نه از طرف کسی رهبری شدند و نه از کسی الهام گرفتند، اما از واقعیتی به وجود آمدند که آن را به سمت این انقلاب‌ها که بسیاری از ما آن را پیش بینی کرده بودیم هدایت کردند. چون وضعیت در این کشورها آنچنان بد بود که دیگر قابل قبول نبود و باعث انفجاری شد که غرب را که بر روی ثبات رژیم‌های استبدادی حساب می‌کرد غافلگیر کرد. ما در کشورهای خود حدس می‌زدیم که انقلاب خواهد شد، در حالی که غرب منتظر آن نبود و اکنون به خاطر همین امر دوچار کندی عکس العمل و دوچار انتقاد است. الثوره اللي انت شايفها النهارده، الاتحاد الاوروبي عايز يساعد ضمن اخرين، وهناك نقد ذاتي في اوروبا ان اوروبا كانت بطيئه في فهم التطورات ثم في مواكبه التطورات ثم في مساعده التطورات. ساعت الامین العام عمرو موسی، تحلیلتان از مداخله نظامی در لیبی چیست؟ آیا فکر میکنید که غرب باید در هر کشور عربی که انقلاب میشود مداخله نظامی کند؟ لا اعتقد انه هذا سوف يتم. نه، من متقاعد نشدم که دوباره این اتفاق خواهد افتاد و فکر میکنم که مراجعه به نیروی نظامی در این کشور که در وضعیت بسیار خطرناکی است راه حلی برمغان نمیآورد. اما آتش بس یک قدم مهم برای آرام کردن تنش ها و حفظ جان انسان هاست و درها را برای یک لیبی جدید باز می کند. ولی آیا همه بر این موضوع توافق دارند؟ آیا امکان مداخله کشورهای عرب وجود دارد؟ مذاکرات درباره این موضوع ها ادامه دارد؟ لتحقیق ذلك ولا لا، كل ده لازال محل المناقشه. اتحادیه عرب در بحران لیبی مستقیما دخالت کرد، ولی در انقلاب های دیگر هیچ گونه مداخله ای نکرد. چرا؟ سیاست اتحادیه عرب توسط دبیر کل آن تعیین نمی شود. کشورها درباره آن تصمیم می گیرند. در مورد بحران لیبی رأی واضح 22 کشور عرب تعیین کننده بود، ولی کشورهای عرب درباره سوریه دیدگاه مشترکی ندارند. دبیر کل نقش خود را دارد، ولی تصمیم نهایی بستگی به رأی کشورها دارد. آقای عمرو موسی، شما همیشه قصد داشته اید نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر شوید. آیا شما اکنون یک ایده قطعی در مورد آینده مصر، همچنان که ژنرال دوگل در مورد فرانسه داشت، دارید؟ من خیلی وقت است که دیدگاهم را در مورد آینده مصر قطعی کرده ام و به این دلیل نامزد انتخابات هستم، چون فکر می کنم که می توانم بهتر از دیگر نامزدها به مصر خدمت کنم.
من كثيرين آخرين. ولو أصبحتم اگر انتخاب شوید آینده صلح با اسرائیل چه خواهد شد؟ المصير النزاع العربي الإسرائيلي والعلاقة مع إسرائيل مسألة واضحة تماماً. آینده صلح و روابط اعراب با اسرائیل واضح است و اساس آن بر روی تصمیمات نشست کشورهای عرب در سال 2002 در بیروت بنا شده است. پیمان امضا شده بین مصر و اسرائیل روابط این دو کشور را تعیین می کند. برای اینکه این پیمان معتبر بماند باید توسط طرفین محترم شمرده شود. المعاهده الثنائيه اللي يجب ان تحترم من الطرفين كي تستمر و تعيش. اگر انتخاب شوید متعهد می شوید که برای دومین دور نامزد نشوید؟ قطعا فقط یک دوره خواهد بود. من همیشه سر قولم هستم. شما شاهدش بودید. شکرا معالی الاستاذ عمرو موسى الامین العام لجامعه الدول العربيه. شکرا. متشکر جدا. انا بشكرك كثير.